سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ بفرمایید خواهش می‌کنم. آقا کجا بشینیم ما؟ کجا بشینیم؟ اینجا؟ بله، باش چشم، حتما. بشین دم دست یه مسئله حاجت شد بریم یا بابا شیرینی هم که گذاشتن. شیرینی خورونه کیه؟ رد صلاحیت شده. رفسنجانی مارمولک میخواست از این تروبچه ها امامچه در بیاره، استناج هم در نیومد. آج آقا سلام علیکم. سلام علیکم آقای آجننگ، قربونت این زیر تصویر ما شعار انتخاباتی رو بزن الان. نه برنامه شروع شد، بنویس. چی بنویسی خوبم؟ بیمیز هر کی شامش بیش رأیش بیشتر. خوبه شعارش؟ خوبه نه؟ همه رقمه رأی داریم، رأی داریم برنجی، شکلاتی، رأی تبلتی، رأی کثیف، همه جورشو داریم. آجلنگ جان دقت کردی؟ آدم گردنشو میخارونه ها، گوش و دماغ و چش و چال و گرد، همه جا میگه منم بخارم. آدم میمونه چیکار کنه؟ آجا ببخشید بی زحمت یه خورده این ور بشینید. کدوم ور؟ یه هوایی ور. آره خوبه ها؟ احسن خوبه الان؟ عالیه. آقا خوبه دیگه ها؟ ولاییه، ولایت پسنده، بسیجی کشه. بذار من آجی هم آجی تیپت هم ولایی هم لالاییه. این یاردان قلیه ما بود اینجا، سکله جامهریه. اون دفعه زدی الان خیلی کم رنگ زدی. جان من بیا درستش کنم، بخود دیده میشه بد میشه. چشم آج آقا، الان نفر میفرستم. قربون شکل همین جان، قربون شکل، قربان تو، قربون. ماشاءالله همین جان خوبی؟ دست درد نکنه واری کلا آقا جون؟ دست درد. بیا آقا جون بیا اینو اصلا میشین بعد برو بخو به من رحم میدی. هنرمندی ماشاءالله. آقای آجلنگ اون دفعه عمامه دادی به ما، گنده بود، نایک بود فکر کنم، دیگه نیاورد. یه رنگی داشت بین بژ و یخچالی، بسیجی کش بود، نیاوردیشونو؟ نه آج آقا شرمنده، اومدنی یادم رفت دیگه. حالا ما اومدنی رفتیم ختم یکی از امام جمعه ها، دیدم چه جمعیتی اومدن از سراسر کشور. پرسیدم حاجی سالم بود چی شد؟ یهو یکی گفت بدبخت خر تو تویله بهش جفتک زده، چسبوندش به تا. گفتم بعد این جمعیت واسه تسلیت اومدن؟ گفت نه، اومدن دنبال خره ببرن واسه امام جمعه هاشون. سرنوشتو میبینی؟ به انتخاباتم نرسید، بدبخت. حال نمیدونم مال این جناح بود، مال اونجا نمیدونم والا. البته همهشون تیریچه یه چرمن، یکی رو خر لگد میزنه، یکی رو بزگاز میگیره. عزمای ناقص البدر هم که میخواست تو پسا برجام یه کاری کنه، نه سیخ بسوزه نه کباب، گوجه سوخت. گوجه پخش نکنی اون جای گوجه ما رو سیخ بزنه کباب شیما. نه آجی، الان رو پخش نیستیم که. اما بالاخره شما حواست به خط قرمزا باشه دیگه آجی. بابا کدوم خط قرمزا؟ چه جشنی شد؟ هیچکی برای مقام عظما خط قرمزی باقی نگذاشته که. ای به قربون کاسه صبر مقام عظما من برم. البته من خودم به شکم که واسه ایشون کاسه باشه، فکر کنم از این لگن قرمزاست، رخ میشورن توش، نه کاسه صبر نیست، لگن قرمزی تو هر کی هرچی نوبتداری از نثارش میکنه. آجا با عوض میخوام این سمت چپ ریشتون یه قسمتش سیخ وایساده. آره این بر؟ سمت چپ، امیر جان نشون آجی بده. قربان نه، یه دونه از ریشام سفید شده، بقیه به احترامش خبردار وایستده. آقا اون دست حالا بهتر شد. میگم ولی حاج آقا از حق نگذری، مگه یه سری از این دوروبری های حاج آقا رفسنجونی میومدن تو مجلس، یه خورده آزادی ها بیشتر میشد. درست میگم؟ منظور آزادی پولای بانک دیگه، وگرنه بابا این شیخ اکبر خودش شیطونو درس میده بالا به خود. البته در زندگی راههای زیادی به آزادی وجود داره، باید باز بهای اون رو پرداخت. از رسالت بندازی 500 تومن، از انقلاب 300 تومن، نخواستی بشین ترک هندام خودم بی دست میرسونم میدون آزادی. یکی از همین جکو جونورا تو انتخابات اصلا برنامهش برای آزادی رو آورده بود، نوشته بود که چین یک همومی من بسازم، 40 ستون 40 پنجره. هم دیگه این هموم نیست که، همون جو ویترینه قرونه شکل. بخش نکنی نه حاج آقا، خیالت راحت. خب آقا شما چرا اینقدر ما رو به حرف میگیری والا به خود؟ در اون کف ما اومدیم دو کلام حماسه ظهور به زور
حضور چاره کلمه بگیم بریم چقدر طولش میدی این صدا و سیما واقعا آجا آقا پشت زند انتخاباتی تره یعنی اینو پخش کنیم و والا بیشتر رای میاری روشن کن بریم آجا آقا جان من قبل از اینکه بریم اینو پخش اون داستان اون برادر پاسدار تو سوریه رو تعریف کن خیلی باحال بود آذر گفتم که نگفتم نه گفتم نه بچه ها اینجا نشیدن آجی بگو یه بار دیگه آقا یک گوشگاه آقا یکی از برادرهای پاسدارمون اسمش بهمن بود تو حلب کشته شد به ما گفتن خبرشو به منزلشون که اسمش آذر بود بده ما هم رفتیم دم خونهشون گفتیم چی بگیم چی نگیم چی جوری بگیم آقا این حرفه داد زدیم گفتیم آذر بهمن تیر خورداد مرداد بس نکن بیچاره هم بعد هم یقف میبرن نه حاج آقا حاج آقا الان مستقیم میخوایم بریم رو آنتن فقط دلم میخواد یه جوری صحبت کنی شما که تو انتخابات امسال میلیون میلیون بریزن چی بریزن؟ آه اون میریزه ای بابا کی رای میده کی دنباله چه کشکی چه دوغی تو که خودت میدونی حاج آقا جون آماده 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 3 2 1 رفتیم رو پخش با یاد و نام امام راحل و با سلام به همه امت ولایت پرور در آستانه رقم خوردن یک حماسه سیاسی دیگر در انتخابات مجلسین شورای اسلامی و خبرگان رهبری هستیم. به فرموده مقام معظم رهبری در این تجلیگاه همیت مردم سالاری دینی بار دیگر شما محبان ولایت به صحنه می آیید و با امید ولایت خود دشمنان نظام را ناامید می کنید. عزیزان من، امید را از نجاری آموختم که کارگاهش آتش گرفت اما با چوبهای سوخته زغال فروشی باز کرد. السلام علیکم و حاج آقا تمام طیبه الله تمام شد؟ مطمئنی؟ نباشی رو بابا برو چه کشکی چنده خودم رای زغال کجا کشکی گفتی ما حالا تا آجا آقا نجاره که گفتی خیلی خوب بود ترکون جدی؟ بابا چه نجاری چه زغال فروشی بعدش تش در اومد طلب با زغال موادم میفروخته همسایاش لشته جون آجی جون آجی جونت والا خدا رو والا ولی درست حالا کسی رای نمیده اما مقام معظم سپرده این حوسی موسی ها و ازبالله یه لبنان اینا رو بردارن بیارن رای بدن بالاخره هرچی باشه ولی فقیه ما وزیر اقتصاد اوناست دیگه پخش نکنیم پدر سلام داستان گوجه میشه نه حاج آقا نه حاج آقا تموم من پدر تو در میارم آقا یکی به سینما رو بردار یا شیرینی بخوا پدر وای من زمان نمیدونم